دخترم بعضی وقتا میگن فلان اپلیکیشن ناامنه یا فلان برنامه از کاربرا جاسوسی کرده. اینا راسته؟ آره بابا بزرگ، درباره بعضی اپ‌ها کاملا درسته. آخه چطور جاسوسی میکنن؟ ببینین، سازنده های اپ‌های ناامن میتونن با توجه به کاری که اون اپ مثلا قراره انجام بده به بخش‌های دستگاه کاربر دسترسی پیدا کنن و اطلاعات شخصی اون رو بدزدن. حتی بعضی اپ‌ها آلوده به بد افزار یا جاسوس افزار هستن که از اطلاعات کاربرا سوء استفاده میکنن و مثلا اونا رو میفروشن. عجب زمونه ای شده. ببینم منی که وارد نیستم چطور بفهمم چی امنه و چی ناامن؟ خب همیشه برنامه ها و اپ ها رو باید از فروشگاه های معتبر مثل گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنیم، نه از کانال های تلگرامی و سایت ها. آها، پس یعنی با این گوشی اندرویدم هرچی از گوگل پلی بگیرم امنه، درسته؟ نه نه، اینطورم نیست. انتشار یه برنامه در گوگل پلی به معنی امن بودنش نیست. عجب، گوگل پلی چرا برنامه ناامن داره؟ خب مثلا سازنده ی اپ به گوگل پلی میگه این ابزار به این دسترسی ها لازم داره. گوگل پلی هم بدون اینکه بررسی کنه که اینا ضروری و بیخطرن یا نه، اپ رو منتشر میکنه. اما شما باید حواستون باشه که مثلا یه VPN دسترسی به حافظه دستگاه یا لیست مخاطبا رو نیاز نداره. آها، خب اگه این دسترسی رو قبل از نصب برنامه ببینم بهتره. دیگه نصبش هم نمی کنم. میشه اصلا؟ آره، خیلی راحت. پایین صفحه اپ توی گوگل پلی یه قسمتی هست به نام Additional Information. اونجا پرمیشنز یا مجوزها رو پیدا کنین و زیرش رو گزینه ویو دیتیلز یا مشاهده جزئیات بزنید تا دسترسی ها رو کامل ببینید. عالیه. چیزای مهم دیگه ای هم هست که بشه چک کرد؟ آره بابا بزرگ، خوب شد پرسیدین. مثلا توی همون Additional Information در قسمت Developer یا توسعه دهنده حتما نام دقیق شرکت سازنده رو بررسی کنین. چک کردن املای اسم برنامه هم یادتون نره. یعنی دنبال غلط املایی دیگران بگردم؟ نه، این برای تشخیص برنامه اصلی لازمه، چون بارها پیش اومده که یه اپ جعلی با اسمی شبیه یه اپ شناخته شده هزاران کاربر رو گول زده. مثلا ممکنه اسم یه اپ جعلی واتس آپ باشه که با یو نوشته میشه، در حالی که اسم برنامه اصلی واتس اپ با ای.